فرانس پرس در گزارشی تایید نشده از فوت بیش از 550 زائر در طول مراسم حج خبر داد. دو دیپلمات عرب به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که دست کم 323 نفر از جانباختگان مصری بودند که بیشتر آنها در اثر گرما جانباختند و البته کل این آمار به سردخانه بیمارستانی در محله المعیسم مکه مربوط است. این دیپلمات ها از مرگ دست کم 60 اردنی نیز خبر دادند که در مقایسه با آمار رسمی 41 نفری که اول اوایل روز سه‌شنبه از سوی اردن اعلام شد بیشتر است. وزارت خارجه مصر اعلام کرد قاهره با مقامات سعودی برای جستجوی مصری هایی که در مراسم حج مفقود شدند همکاری می کند. مقامات سعودی از مداوای بیش از 2000 زائر که از استرس گرمایی رنج می‌برند نیز خبر دادند. در سال گذشته حداقل 240 زائر از کشورهای مختلف در جریان حج جان باختند که بیشتر آنها اندونزیایی بودند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران نیز در آخرین اظهار نظر شمار جانباختگان ایرانی در حج را 11 نفر اعلام کرده و گفته بود بعضی از آنها در اثر گرمازدگی جانباختند. مرکز ملی هواشناسی عربستان اعلام کرد که دمای هوا روز دوشنبه به 51.8 درجه در مسجد الحرام در مکه رسید. خبرگزاری رسمی عربستان و سعودی واس تا کنون نسبت به آمار بالای کشته شدگان واکنشی نشان نداده و تنها به نقل از وزیر بهداشت عربستان گفته که برنامه‌های بهداشتی برای حج با موفقیت انجام شده است. حدود 1.8 میلیون تن امسال در حج شرکت کردند که 1.6 میلیون آنها از خارج از عربستان بودند. در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از برلین. سلام و عرض ادب خدمت شما. آقای هنرور، به نظر شما آمار بالای مرگ و میر در مراسم حج امسال در عربستان سعودی امری عادی است یا حکایت از بیکفایتی دولت عربستان دارد؟ عرض سلام و ادب خدمت شما و دستاندارکاران شبکه و این برنامه وزین و عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان و بینندگان. ببینید، اولا که مسئله کلن مشکلات اقلیمی و بحران اقلیمی که در همه جهان وجود داره و افزایش دما در همه جهان و همه کشورها امری طبیعی مسلم و غیر قابل انکاره. در این حال خب موعد حج، موسم حج چیزی نیست که قابل جابجایی باشه. دولت عربستان به هر حال پیشبینی این مسئله رو کرده بود و هشدارهای لازمه رو داده بود، هم نهادهای دولتی عربی هم هواشناسی عربستان سعودی هشدار دادن، از حجاج خواسته بودن که در روزهای خاصی در ساعات خاصی حضور نداشته باشند، در فضای باز بیهوده نمانند الا در غیر ضرورت و حتما آب آشامیدنی و لوازم لازم رو به همراه داشته باشند. و در این حال مواردی که پیش آمده، هر سال این مسائل پیش میاد و مسائل گرمازدگی و فوت بر اثر گرما و زیانهای دیگه سلامتی ناشی از اونها یک امر جدیدی نیست و هر سال رخ میده، حالا بعضا بر اثر گرما، بعضا ازدحام. و این موارد درسته که طبیعی هست و امر جدیدی نیست، ولی در این حال من تصور میکنم که اگر یک دولت غربی و اروپایی متصدی این امر بود، قطعا تمهیداتی میاندیشید که همچین اتفاقاتی هرچه کمتر بیفتند. و تصور نمیکنم که افکار عمومی غرب، اگر مثلا یک همچین امری، یک همچین مراسمی در غرب بود، اجازه میداد که یک همچین تلفاتی به وجود بیاد. سپاس از شما. خواهش. آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی که از برلین دعوت ما را پذیرفتند.